سلام به برنامه پانوراما با من آناهیتا خلطبری خوش آمدید پانوراما همونطور که میدونید برنامه هستش که نگاه خواهد داشت گسترده به همه وقایع جهان خصوصا کشور عزیز خود ما ایران و در برگیرنده مطالب مختلف از جمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هر آنچه که فکر بکنید هست و در ظرف دقایق آینده شما رو در جریان جدیدترین خبرها قرار خواهیم داد. Stay tuned. و نگاه میکنیم به اولین خبر داغ روز آقای بایدن گفته احتمال حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران رو رد کرده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا احتمال این حمله رو توسط اسرائیل به ایران رد کرده و گفته قرار نیست امروز هیچ اتفاقی بیفته سازمان بهداشت جهانی از کشته شدن 28 نفر از کادر درمان در شبان روز گذشته خبر داده و اسرائیل هشدار جدیدی به ساکنان بیش از 20 شهر و روستا در جنوب لبنان صادر کرده در ایران هم آیت الله علی خامنه ای و شماری دیگر از مراجع تقلید شیعیان در ایران اجازه دادند که برای کمک به شیعیان لبنان از سهم امام زمان استفاده بشه میریم و نگاه میکنیم به خبرهای دیگری در آمریکا. میدونید که Elections 2024 در راه و خیلی خیلی سریع داره زبانش میرسه خبرهای جنجالی رو براتون بگم امهاف آقای امهاف که شوهر خانم کمالا هریس هستش آمدن همه جا دارن صحبت میکنن میگن که ایشون یک سلپ کامل زده بوده به اکس گرل فرندش به دوست دختر سابقش سیلی زده بوده اون هم در بیرون یک مووی ایونت خیلی آنچنانی بله این سرخط فاکس نیوز هستش میگه ام هاف دنایز ریپورت در هی سلابت هیز اکس گرفرند اوتساید ریتسی اوبسیز مووی ایونت بله در یک همچین زمانی که خانم کمالا هریس سخت داره سخت میکنه سعی میکنه که این کمپین رو از آن خودش بکنه سکند جنتلمن که بهش بگن مثل فرست لیدی ایشون هم سکند جنتلمن میشه آقای داگ ام هاف اومده هر گونه اتهاماتی رو در این رابطه رد کرده دنای کرده چرا که این مطلب خصوصا در روزنامه دیلی میل به چاپ رسیده و گفته که سه تا از منابعی که اسمشون رو فعلا نیاوردند اومدن و ایشون رو متهم کردن که یک سیلی آنچنانی زده بوده به گرفرند خودش دوست دختر خودش در سال 2012 اون هم در یک مسافرتی که با هم دیگه داشتن و رفته بودن به سمت فیلم فستیوال در کن و این خب مسلما داستان بسیار جنجالی هست چرا که در آستانه انتخابات هستیم میریم و نگاه میکنیم به اکس به سایت اکس و توییتر سابق ببینیم که این اشخاصی که الان در الیکشنز 2024 سخت مشغول هستند چه تویت هایی کردند پرزیدنت بایدن اومده گفته که today I will travel to communities in Florida and Georgia that have been impacted by hurricane آقا آقای بایدن گفته که امروز به این ایالت ها سفر میکنم خصوصا به خاطر خسارت هایی که از این hurricaneرکین هلین داره به بار میاد و همه اینها رو تحت نظر خواهیم داشت و ببینیم که چگونه میتونیم کمک رسان باشیم. Uh, آقای دونالد ترامپ کاندید رئیس جمهوری اومده در سایت اکس یا توییتر سابق گفته که uh, گفته که it is the official army of volunteer neighborhood organizers working together to defeat Kamala Harris and the far left liberal democrats بله آقای ترامپ اومده گفته که ما سخت داریم سعی میکنیم که خانم کمالا هریس رو شکست بدیم و همه اون اشخاص لفت چپ لیبرال دموکرات ها و نگاه میکنیم به توییت دیگری از خود خانم کمالا هریس خانم کمالا هریس اومده یکی از پست‌های سابقش رو در سایت اکس پین کرده اوورده در رأس گذاشته و گفته که آن January the 6th, فورمر former president ان an attack on our nation's democracy اومده و آقای آقای ترامپ رو دوباره محکوم کرده گفته که ایشون در تاریخ ششم ژانویه سخت داشته دموکراسی این کشور رو به هم میزده این هم نگاهی بود به توییت های مختلف میریم و نگاهی میکنیم به خبرهای دیگر در رابطه با ایران در پی اظهارات بایدن در مورد اسرائیل و ایران گفته میشه که قیمت نفت خام 5 درصد افزایش یافته. دادستانی تهران علیه عبدالرزا داوری فعال سیاسی اعلام جرم کرده است خب سایت های مختلف هم توی که برای شما گفتم در برنامه پنوراما میریم و بهشون نگاه میکنیم مرور میکنیم ببینیم که چه خبرها هست در خود آمریکا سوپرمارکت بزرگ وانز که یک چین هستش زنجیری هست مجبور میشه چهار میلیون دلار خسارت بده بابت یک سری از ادورتایزینگ ها و تبلیغاتی که کرده که میگن اینا همه اشتباه و غلط بوده این سوپرمارکت که شامل البرتسون وانز و یک چنین زنجیره هایی میشه چهار میلیون دلار باید بده که این الیگیشن ها و همه این در اصل میشه گفت تمام الیگیشن ها رو بتونه ستل بکنه در آمریکا اگه نگاه بکنیم میریم سری میزنیم به قسمت فاکس و ببینیم که ایست کوست گفته میشه که در شرق آمریکا تمام این اشخاصی که در بنادر دارن کار میکنن قراری که برن و به اعتصاب بپردازند و اومدن ازشون پرسیدن که نظر شما در مورد خانم کمالا هریس چیه؟ چرا که خانم هریس گفته بوده که من خیلی این اشخاص رو سپورت میکنم و ازشون حمایت میکنم اما اون چی که گفته شده اینه که مصاحبه ای که با این اشخاص شده برعکس این رو نشون میده و خیلی از اونها گفتن که حمایتی از خانم کمالا هریس نخواهند کرد که به این موضوع هم بعدا خواهیم پرداخت و ما نگاهی میکنیم به خانم ملانیا ترامپ خبر بسیار داغ روز از سایت سی خانوم خانم ملانیا در یک کتابی که اخیرا باید بهش برسیم بهش میپردازیم صحبت در رابطه با ابورشن کرده و سخت جنین کرده و همه رو خیلی خیلی به حالت سرپرایز آورده گفته که من خودم سپورت میکنم ابورشن رو حمایت میکنم از سخت جنین با اینکه همونطوری که, که میدونید شوهر ایشون کسی بود که و این قانون مخصوص رو اصلا اومده بود براندازی کرد بود برای سخت جنین و اومده گفته که من میگم که هر زنی خودش باید بتونه تصمیم بگیره که چگونه از بدن خودش و اون چیزی که اتفاق میفته حمایت بکنه و چه تصمیم هایی بگیره این هم از خبر بسیار جنجالی هستش ایشون گفته که در یک ویدیو جدیدی که به نشر رسیده همه جا میگه که there is no room for compromise when it comes to a woman's individual freedom گفته که وقتی که در رابطه با آزادی زنان هستش اون زن هستش که باید خودش تصمیم بگیره که چگونه رفتار بکنه در اون رابطه و در گاردین و یک چنین نشریاتی هم این موضوع داره همه جا به چاپ میرسه و خیلی جالب هست به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت میرمون نگاه میکنیم به خبرهای دیگر در رابطه با کشورهای مختلف آغاز زود هنگام جشنهای کریسمس در ونزوئلا به دستور آقای مدورو روزنامه گاردین آمده روز پنجشنبه گزارش داده که به دستور نیکلس مدورو رئیس جمهوری ونزوئلا جشنای کریسمس در این کشور 85 روز پیش از زمان معمولش آغاز میشه بر اساس این گزارش یک درخت کریسمس با چراغ‌های خیلی روشن در نزدیکی یک پایگاه نظامی که مدورو در اون زندگی میکنه قرار داده شده و در دیگر نقاط پایتخت ونزوئلا هم باید بگیم که چراغانی و تابلوهایی به چشم بخورن که برای روی اونها عبارت کریسمس مبارک نوشته شده ارتش اسرائیل میگه اهدافی از حزب الله رو در بیروت هدف قرار داده ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اومده اعلام کرده که چندین سایت تولید تسلیحات و زیرساختهای حزب الله در بیروت رو هدف قرار داده در بیانیه اومده گفته که نیروی هوایی این کشور همچنین به اهداف اطلاعاتی حزب الله در بیروت از جمله مراکز فرماندهی و نیروهای اطلاعاتی حمله کرده. ایران اومده گفته که هر کشوری که به اسرائیل کمک بکنه هدف تلقی میشه. نمایندگی ایران در سازمان ملل به کشورها اومده هشدار داده که وارد تقابل ایران و اسرائیل نشوند و خودشون رو از این معرکه کنار بکشند این نمایندگی گفته که چنانچه کشوری به تجاوزگر کمک بکنه اون کشور هم شریک جرم و هدف تلقی خواهد شد نمایندگی ایران همشه این گفته که تنها کانال انتقال پیام رسمی ایران به آمریکا سفارت سوئیس در تهران به عنوان دفتر حفاظت منافع آمریکاست. و اما یکی دیگه از خبرها در رابطه با سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست که میگه این کشور متعهد به دفاع از اسرائیله آقای میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این کشور متعهد به دفاع از اسرائیل و از اینکه اسرائیل در برابر وضعیت امنیتی غیرقابل توجیه از خودش دفاع میکنه حمایت میکنه او در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل در تلافی حمله موشک ایران به سایت های تولید نفت این کشور حمله خواهد کرد یا نه از اظهار نظر در این مورد آمده و خودداری کرده آقای میلر گفته که اسرائیل خواهان حل و فصل این درگیریه اما در عین حال خواهان تضعیف توانایی های حزب هم هست و ما خطوط هوایی بین المللی پروازهای خاورمیانه به حال تعلیق در آمدند شرکت هواپیمایی بریتیش ارویز بریتانیا آمده اعلام کرده که پروازهای خودش رو به تل تا پایان ماه جاری میلادی متوقف میکنه شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا هم پروازهای خودش به تهران رو تا 26 اکتبر یعنی 5 آبان به تل تا 31 اکتبر 10 آبان به بیروت تا پایان ماه آینده میلادی نوامبر متوقف کرده شرکت هواپیمایی هلندی دیگه هم از پروازهای خودش گفته که به تل تا پایان سال جاری میلادی همه رو به حالت تعلیق در میاره و از شرکت های هواپیمای دیگه که برای شما بگیم دلتا، یونایتد، ایزی جت، رایان ایر و کلی از این پروازها همه به اسرائیل در روزهای اخیر به حالت تعلیق در خواهند آمد. دو روز پیش آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا انتشار بولتنی توصیه کرده که خطوط هوایی از حریم هوایی ایران همه اجتناب بکنند به این دلیل که احتمال حملات تلافی جویانه اسرائیل به ایران وجود داره متیو پری یک خبری برای شما داریم که هم هنری هست از نوع جنایی همونطور که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم دکتر ایشون همونطور که میدونید یکی از داروهایی رو براش تجویز میکرده مرتب و ایشون رو متهم کردند اول اومده بوده گفته بوده که من گیلتی نیستم هی پلید نات گیلتی ولی الان دیگه به صلاح مشخص شده که مجبور شده که بگه هیز گیلتی دکتر مارک چاوز یک دکتر 54 ساله هستش که یک کلینیکی داشته که در اون کلینیک کتامین داروی کتامین رو میفروختن و همه رو میفروختن به دکتر سالوادور که ایشون هم اینا رو در دسترس آقای پری ماتیو پری این رویشه بسیار معروف که میدونید که بعد از فوت فجیعش همه جا سر و صدا به پا شد که خیلی همه ایشون رو دوست داشتن و اون رول خیلی قشنگی که بازی میکرد ولی ایشون مدت زیادی بود که با باید بگیم که با دنیای مخدر دست و, دست و پنجه نرم میکرد این آقای چاوز که برای شما الان اسم رو بردم 54 ساله یکی از پنج نفری هستش که در مرگ آقای متیو پری چارج شده و میدونید که آقای متیو پری ایشون رو جسدش رو در پشت خونش در بکیاردش در جکوزی در جنوب کالیفرنیا در تاریخ اکتبر 2023 متاسفانه پیدا کردند و به حال این محاکمه همچنان ادامه داره که شما رو در جریانش قرار خواهیم داد خب برنامه پانوراما رو پی میگیریم و امیدواریم که این خبرها تا این لحظه مورد قبول و پسند شما قرار گرفته باشه میرسیم به طوفان و هریکین بزرگ هلین هلین با دویست کشته مرگبارترین هریکین آمریکا بعد از کاترینا اعلام شده در حالی که عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان این طوفان هلین یا هریکین در جنوب شرقی آمریکا ادامه داره آمار کشته به دویست نفر رسیده به این ترتیب این مرگبارترین هریکین در آمریکا از زمان کاترینا رو حتما به خاطر دارید در سال 2005 بیش از نیمی از این آمار به کارلون... کارولینای شمالی مربوط هستش نورث کارولینا که در برخی نقاطش کل سکونتگاه ها در اثر این هریکین ویران شده متاسفانه یک هفته بعد از وقوع این طوفان گزارش میشه که صدها نفر هنوز مفقود هستند و تقریبا یک میلیون خانه هنوز برق ندارن همزمان با زید دو روزه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این ناحیه ادامه داره همونطور که برای شما گفتم در اکس و یا توییتر سابق امروز ایشون به همین موضوع پرداخته و گفته که در آنچه که ممکنه داره انجام میده نماز جمعه تهران بعد از عملیات وعده صادق دو علی خامنه ای چه خواهد گفت؟ بله، آیت الله علی خامنه ای روز جمعه میره تا پس از حدود پنج سال نماز جمعه رو عهدهدار بشه آخرین باری که او نماز جمعه رو خوانده بود به زمان کشته شدن قاسم سلیمانی در 27 دیماه سال 1398 برمیگرده وبسایت آقای علی خامنه ای خبر داده که همزمان با حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار هستش که مراسم بزرگداشت کشته شدن حسن نصرالله و همراهان او از جمله عباس نیلفروشان از فرماندهان ارشد سپاه برگزار بشه علی خامنه ای روز چهارشنبه 11 مهر در دیدار با شماری از دانشجویان با اشاره به موضوع کشته شدن حسن نصرالله و بحران لبنان وعده داده بود که در آینده نزدیک در این باره صحبت خواهد کرد. او در این مراسم صرفا به این موضوع بسنده کرده که بنده ازادار هستم چرا که این حادثه زایعه ای کوچکی نیست با اعلام این خبر برای نماز جمعه از طرف علی خامنه ای گمان زنی ها درباره آنچه که او خواهد گفت خیلی خیلی داغ شده همه میپرسن که چه خواهد شد و چه خواهد گفت و شبکه های اجتماعی و فعالان رسانه در این باره سخنانی منتشر کردند مراسم نماز جمعه در حالی برگزار میشه که چند روز به اولین سالگرد حمله شبه نظامیان حماس در هفتم اکتبر به جنوب اسرائیل باقی مونده در پی این حمله حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر گروگان گرفته شدند و اما از شادی تا شب یکی دیگه از خبرها بود که بر روی سایت BBC مشاهده میکنیم و واکنش ها به حمله فراتر از انتظار ایران به اسرائیل و در یکی از نخستین واکنش ها در پی انتشار اخبار و تصاویر و برای این حمله مشکی ایران به اسرائیل تصاویری از صفحه متراکم خودروها در پمپ بنزین ها در تهران و چند شهر در ایران مخابره شده بود که واکنش طبیع مردم از نگرانی پاسخ نظامی به ایران احتمالا میخوان فعلا از محدوده شهر و محل زندگی خودشون تا میتونن دور بشن همزمان خبرگزاری ایران تصاویری از شادی خودجوش گروه هایی از مردم و بسیجیان در تهران، شیراز، گرگان خورم آباد در ساعتهای بعد از نیمه شب به وقت محلی منتشر کردن همونطوری که میدونید پس از این اتفاق الان در آستانه روششانه هستیم ها را رو تبریک میگیم به تک تک هموطنان عزیز یهودی ما در سراسر -سر جهان در ناحیه لس آنجلس باید بگیم که برای همه این مراکزی که برای عبادت هستش برای یهودیان عزیز سکیوریتی خیلی خیلی بالا گرفته و سنگین تر شده و uh, very very strong security is in force. Uh, برای اینکه مطمئن بشن که امنیت هست uh, و اما سری میزنیم به نشریات آمریکا uh, یکی دیگه از چالش هایی که در لس آنجلس خصوصا ما باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم این هستش که میگه uh, parents spot kids in 711 eleven robbery footage, turn them into Los Angeles police. میدونید که متاسفانه uh, دزدی و جنایت خیلی خیلی داره بالا می گیره و در یک 7 هم دیده شده که uh, بچه ها اومدن و یک سری سرقت رو در اونجا انجام دادن که و بعد مادر پدرها بدن و اونها رو به پلیس uh, آمدن و ریپورت کردند. و یکی دیگه از خبرهای مهم روز همونطور که میدونید این هستش که در رابطه با انتخابات همچنان خیلی خیلی داریم نزدیک میشیم و نظرخواهی های خیلی زیادی داره انجام میشه در پل های مختلفی و گفته میشه چه کسی پیش دازه خانم کمالا هریس یا آقای دانالد ترامپ از شما هم میخوایم که نظرات خودتون رو بدید جدیدا همطور که میدونید مناظره داشتیم مناظره بین دوتا وایس پرزیدنت ها آقای والز و آقای ونز که برای خودشون داشتن تا حد ممکن از خودشون دفاع میکردند که اولین مناظره انتخاباتی بین این دو نفر بود که به نظر میاد که تنها مناظره است خبرهای Elections 2024 رو در طول برنامه ها تا زمان انتخابات با شما پی خواهیم گرفت برنامه امروز پانوراما در اینجا به پایان میرسه آناهیتا خلطبری هستم تشکر میکنم از مدیریت شبکه جهانی پارس آقای شجری عزیز از مدیریت خانم نقوی عزیز از همه دست در در اتاق فرمان و یکایی که شما که با ما همراه هستید یک بار دیگه روشاشانا رو به تک تک شما عزیزان هموطنان یهودی صمیمانه تبریک